بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن خراسانی زاده، دانشجوی دکترای پردوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران باشم. لازم به ذکر است که این ویدئو جهت ارائه بر روی فرادرس تهیه گردیده است. توی ترمودینامیک ما فرایندها و سیستم‌هایی رو می‌بینیم که در وسایل مختلفی از قبیل مولد قدرت، پیر سوختی و غیره روی میده و از اونجا که این وسایل در زندگی بشر نقش مهمی دارند، بنابراین شناخت اینها و توانایی در طراحی و بینسازی این فرایندها و دستگاه‌ها میتونه باعث بهبود زندگی بشر گردد. بنابراین ما توی این فایل‌های آموزشی سعی می‌کنیم که توضیحاتی رو درباره وسایل و سیستم‌ها داده بشه و همچنین نحوه محاسبه پارامترها و بهینه‌سازی این پارامترها رو نیز تا حد امکان براتون بیان می‌کنیم. یکی از وسایل‌ها و سیستم‌ها و سیکل‌های پرکاربردی که توی ترمودینامیک وجود داره و استفاده زیادی توی صنعت از اون میشه، بحث نیروگاه‌هاست که برای تولید به ویژه برق و قدرت ازش استفاده میشه. نیروگاه‌های مختلف از لحاظ سیستماتیک و از لحاظ تأمین انرژی اولیه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی شمای کلی نیروگاه‌ها تقریبا یکی باشه، یعنی فرآیندهایی که اتفاق می‌افته تقریبا یکی باشه، فقط تو بحث طراحی با هم تفاوت داره. حالا برای اینکه یه دید کلی از یک نیروگاه داشته باشید، ما براتون نیروگاه ساده بخاری رو توضیح میدیم. ببینید، این شماتیک یک نیروگاه ساده بخاریه که برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیره. تقریبا اکثر نیروگاه‌های بخاری یک دیگه انتقال گرما یا بویلر دارن، استیم درام دارن، توربین دارن، ژنراتور برای تولید برق، پمپ، مبدل گرمایی و سایر تجهیزات مورد نیاز میباشه. خب ببینید نحوه عملکرد به چه شکله. اول اینکه ببینید در این نیروگاه ساده بخاری سیال عامل ما آب هست که با رنگ آبی نشون داده شده. اگر ما یه منبع آبی در کنار نیروگاه وجود داشته باشه، این آب توسط این پمپ به داخل بویلر پمپاژ میشه. در سیستم بویلر ببینید هوا وارد میشه برای اینکه احتراق کامل انجام بگیره. احتراقی که در این نیروگاه ساده بخاری نشان داده شده از زغال سنگ تامین میشه. زغال سنگ میسوزه همراه با هوا و روغن هم که برای بهبود عملکرد دستگاه وارد میشه. در نهایت ما در داخل بویلر گرمای زیادی تولید میشه. خب این آبی که توسط پمپ به اطراف بویلر پمپاژ شده، در اثر دریافت گرمایی که از این سوختن زغال سنگ دریافت میکنه، به بخار تبدیل شده در استیم درام. در اینجا ما بخار آب پرفشار داریم. این بخار آب پرفشار که انرژی زیادی هم داره، از طریق خط لوله وارد توربین میشه، در اونجا به پرهای توربین برخورد کرده، توربین رو میچرخونه. این حرکت چرخشی توربین اگر به یک ژنراتور منتقل بشه، میتونه در اثر القای مغناطیس تولید برق کنه و در نتیجه ما میتونیم برق خروجی از نیروگاه داشته باشیم. خب حالا برگردیم به خود نیروگاه. این بخار پرفشاری که توی توربین کار انجام داد چه بلایی سرش میاد؟ این بخار آب پرفشار انرژی خودش رو توی توربین از دست میده، پس ما خروجی توربین بخار آب کم فشار داریم. این بخار آب کم فشار میاد توی مبدل گرمایی، دماش رو از دست میده، تبدیل به مایع کم فشار میشه و مجدد این مایع کم فشار توسط پمپ به داخل خط لوله که اطراف بویلر داره پمپاژ میشه و این سیکل ترمودینامیک مجدد انتقال میشه. پس ببینید در یک نیروگاه ساده بخاری ما با استفاده از گرما آب پرفشار رو تبدیل به بخار پرفشار کردیم. بخار پرفشار اومد از این مسیر توی توربین کار انجام داد. کار انجام شده باعث شد که جنراتور برق تولید کنه. از خروجی توربین هم بخار آب کم فشار داریم که این بخار آب کم فشار مجدد اینجا تبدیل مایع میشه و این سیکل ادامه پیدا میکنه. حالا داستان‌های دیگه‌ای که اینجا وجود دارن، ببینید در اثر احتراق یه سری گازهای ناشی از احتراق وجود میاد که اینها میاد توی سیستم‌های تصفیه هوا انجام میشه و بعد به هوا تصفیه میشن. اینها دیگه بسته به هر نیروگاه و با توجه به موقعیت نیروگاه طراحی خاص خودشون رو دارن. خب همونطور که توی نیروگاه ساده بخاری دیدید، برای تولید برق ما نیاز به دیگه بخار داشتیم، نیاز به توربین، هیت اکسچنجر، پمپ و سایر سیستم هایی که برای این کار مورد استفاده قرار می گرفت که این هزینه بسیار زیادی رو تأمین می کنه. ضمناً ما این سری جاها با محدودیت جا مواجه هستیم.
حالا سوال اینجاست که آیا ما میتونیم غیر از نیروگاه ساده بخاری از دستگاه دیگه ای نیز برق تولید کنیم؟ بله، ما میتونیم از پیل های سوختی استفاده کنیم. این یک شماتیک از یک پیل سوختی هست. ببینید در این پیل سوختی گاز مورد استفاده هیدروژنه. حالا عملیاتی که اتفاق میفته به چه شکل است؟ ببینید در اینجا گاز هیدروژن میخوره به این الکترود، درست؟ در این الکترود یونیزه میشه، هاش مثبتش در داخل الکترود به سمت مثبت حرکت میکنه، میاد به سمت این یکی الکترود و الکترون های منفی که از این هیدروژن جدا شده در اثر این جریانی که اینجا وجود داره بین آنود و کاتود جریان پیدا میکنه. خب این الکترون ها در اثر اختلاف پتانسیلی که بین دوتا الکترود وجود داره میتونن تولید برق انجام بدن و از اینجا ما برق خروجی داشته باشیم. حالا اینجا چه بلایی برای هیدروژن مثبت رخ میده؟ هیدروژن مثبت که توی این فضا وجود دارد، ما اینجا میایم گاز اکسیژن رو وارد میکنیم. میبینید که اینجا این O2 گاز اکسیژن هست وارد میشه به این محیط. در این نقطه 4 تا الکترون منفی هم که در اثر جریان اومدن توی الکترود میاد اینجا با این O2 واکنش میده، 4 تا هاش مثبت هم که از این ور داریم، در نتیجه 2 تا هاش رو داریم. پس به عبارتی ما در پیل سوختی با استفاده از الکترولیز هیدروژن و ترکیب هیدروژن با اکسیژن میتونیم برق تولید کنیم بدون اینکه نیازی به دیگه بخار، توربین، ژنراتور و سایر مسائل داشته باشیم. سیکل دیگه که باید براتون توضیح بدیم سیکل تبرید تراکم بخار است. حالا این سیکل چیه؟ ببینید ایاتون باشه تو نیروگاه ساده بخاری ما میومدیم آب کم فشار رو تبدیل میکردیم با آب پرفشار، آب پرفشار به بخار پرفشار و اون بخار پرفشار میومد توی توربین برای ما کار انجام میداد و ما با استفاده از اون کار خروجی از توربین میتونستیم برق تولید کنیم. توی سیکل تبرید تراکم بخار تقریبا این عملیات عکس اتفاق میفته. به این شکل اگه نگاه کنید ببینید ما اینجا از محیط اطراف هیت ترانسفر گرما انتقال میکنه به این اپراتوری که اینجا وجود داره. از این اپراتور حالا وقتی که گرما انتقال کرد یک گازی داخلی داریم به نام مبرد که ما توی ترمودینامیک مبرد های مختلفی داریم، R12، R134، R24 و سایر مبرد هایی که مورد استفاده قرار میگیرن. خب حالا در اثر گرمایی که این مبرد وارد کرد تبدیل میشه به لو پرشر ویپر یا بخار کم فشار. این بخار کم فشار وارد کمپرسور میشه، توی کمپرسور در اثر کار ورودی که به این کمپرسور وارد میشه بخار کم فشار ما تبدیل میشه به بخار پرفشار. خب حالا این بخار پرفشار میاد داخل کندانسور که یک مبدل گرمایی هست، گرمای خودش رو از دست میده و تبدیل میشه به چی؟ به های پرشر لیکوید، یعنی تبدیل میشه به مایع پرفشار. پس چه اتفاقی افتاد؟ ببینید بخار پرفشار گرما از دست داد در کندانسور، تبدیل شد به مایع پرفشار. حالا این مایع پرفشار میاد در یک شیر فشار شکن یا شیر اختناقی که در فصول آینده براتون توضیح داده خواهد شد فشار خودش رو از دست میده و تبدیل میشه به ترکیبی از مایع و بخار کم فشار. خب حالا این مایع و بخار کم فشار مجدد میاد که حالت دو فازی هم داره، میاد وارد اپراتور میشه یا همون مبدل گرمایی و از اینجا مجدد این سیکل انجام میشه. از این سیکل بیشتر برای تولید سرمایش در محیط ها استفاده میشه که یه نمونه خیلی کلیش سیستم های تهویه هوا و خنک‌کن گازی میباشه. خب همون جوری که ما گفتیم که میتونیم از پیل سوختی به عنوان یک جایگزین برای نیروگاه ساده بخاری استفاده کنیم و خیلی طراحی و هزینه هامون رو کاهش بدیم، برای جایگزین سیکل تبرید تراکم بخار نیز میتونیم از یخچال ترموالکتریکی استفاده کنیم و به این ترتیب هزینه ها و طراحی ها و محاسباتمون رو به حداقل برسونیم. حالا یخچال ترموالکتریکی به چه شکل عمل میکنه؟ ببینید شکل A رو در نظر بگیرید. شکل A یک یخچال ترموالکتریکی رو نشون میده. یخچال ترموالکتریکی از یک اتصال سرد کول جانکشن، اتصال گرم هات جانکشن، دو تا الکترود از دو جنس مختلف متریال آب و متریال بی تشکیل شده. حالا اساس کار به چه شکله؟ ببینید این محیطی است که ما میخواییم در اون سرمایش ایجاد کنیم. گرما از این محیط به کول جانکشن منتقل میشه و کول جانکشن این گرمای دریافت شده رو
توسط این الکترون ها به هات جانکشن منتقل میکنه. حالا ما میدونیم که همیشه گرما از جای گرم به سرد میره، نه از جای سرد به گرم. چی میشه که اینجا از دمای سرد به گرم انتقال پیدا میکنه؟ اینی که ببینید ما اگر بیم یه اختلاف پتانسیل بین این دوتا الکترود هات جانکشن برقرار کنیم و چون جنس این دوتا ماده مختلف است، اینجا ما میتونیم جریان رو داشته باشیم و گرما از کل جانکشن به هات جانکشن منتقل بشه و در نهایت در این محیطی که مد نظر ما هست ما سرمایش مطلوب رو ایجاد کنیم. طراحی دیگه ای که از یخچال ترمونکتریکی استفاده میکنه اینی که ما از یخچال ترمونکتریکی برای تولید برق یا قدرت استفاده کنیم. در این صورت اینجا اتصال گرم قرار میگیره، اینجا اتصال سرد قرار میگیره، گرما از محیط با دمای بالا به هات جانکشن منتقل میشه و در اثر اختلاف پتانسیلی که بین اتصال ها وجود داره جریان پیدا میکنه و ما میتونیم با ثبت این جریان الکتریکی برق تولید کنیم. خب ببینید یکی از فرآیندهای مهمی که توی صنعت مورد استفاده قرار میگیره بحث جداسازی هواه. حالا ما اصلا چرا میریم هوا رو جداسازی انجام میدیم؟ جداسازی هوا یعنی که هوا به اجزای تشکیل دهندهش تجزیه بشه. حالا که این اجزای تشکیل دهنده اکسیژن هست، نیتروژن هست، آرگون هست، هیدروژن هست و مواد دیگه که هر کنوم از این مواد کارایی خاص خودش رو داره. مثلا اکسیژن رو توی بیمارستان ها به زمانی که میخوان به بیماران اکسیژن بدن وصل میکنن، نیتروژن رو برای خنک کردن توی فعالیت های مثلا آشکارسازی، جایی که آشکارسازهای هایپر جرمانیوم داریم اونجا مورد استفاده قرار میگه و سایر مسائل و کاربردهایی که زیاد مورد استفاده قرار میگیرن. حالا توی جداسازی هوا ما دو تا رشته مهم صنعت رو مورد استفاده قرار میگیریم، یکی فرایندهای شیمیایی، یکی هم فرایندهای کریوژنیک. حالا فرایندهای کریوژنیک چی هستند؟ فرایندهایی هستند و یه شرایطی هستند که انجام فرایندها و تکنولوژیها و تمامی اقدامات رو در دماهای بسیار پایین، حدود 150 درجه کلوین میسر میکنند. حالا مراحل جداسازی هوا رو توی این شکل براتون به صورت خلاصه بیان میکنیم. ببینید اینجا ورودی جداساز هوای ما هست که فرش ایر یا هوای تازه وارد میشه. زمانی که هوای تازه وارد شد در یک کمپرسوری تا حدود 2-3 مگاپاسکال فشرده میشه. بعد اینکه تا 2-3 مگاپاسکال هوا فشرده شد در یک تصفیه کن هوایی هوا تصفیه میشه و ناخالصی هوا گرفته میشه و مجدد وارد این کمپرسور ثانویه میشه. توی این کمپرسور ثانویه تقریبا تا 15-20 مگاپاسکال هوا فشرده میشه. زمانی که فشارش رفت بالا و تبدیل به های پرشر ایر شد، یعنی هوای بسیار فشرده، اینجا توی افتر کولر خنک میشه تا تقریبا تا دمای محیط که بتونیم روش عملیات انجام بدیم. زمانی که اینجا دماش اومد پایین مجدد وارد یه دونه خشک‌کن هوا میشه که دماش باز کاهش پیدا کنه و در هیت اکسچنجر مجدد میان دماش رو کاهش میدن تا میاد اینجا وارد این برج تقطیر میشه. حالا این برج تقطیر کلن از برج تقطیر برای جداسازی یک ماده به عوامل سازندهش هست که حالا تو این برج تقطیر میتونه تو صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیره و یا میتونه مثلا تو یه فرآیندهای صنعتی برای جداسازی هوا رخ بده. حالا اتفاقاتی که اینجا میفته، یکی این که ببینید یه خروجین داریم که هوا میاد توی این دوتا تانک و هیدروکربن های هوا گرفته میشه. هیدروکربن ابزوربر یعنی جاذب هایی هستن که هیدروکربن ها رو جذب میکنن. وقتی که هیدروکربن هاش جذب شد اینجا مجدد هوا میاد وارد برج تقطیر میشه، حتی هوایی که هیدروکربنش در اینجا جذب شده. خب این برج تقطیر میاد کارش رو انجام میده، در هر مرحله یه سری خروجی داره. مثلا از این قسمتش لیکوید اکسیژن یعنی اکسیژن مایع منتقل میشه و در نهایت وارد یه تانک میشه و از کارخونه خارج میشه. از این قسمتش یه سری دوباره جریان های برگشتی ما داریم، یعنی هوایی که هنوز تجزیه نشده مجدد میاد اینجا دماش کاهش پیدا میکنه و مجدد برمیگرده به برج تقطیر. حالا این هوایی که از اینجا برگشته به اینجا با یه جریانی که از ایر درایر اومده ترکیب میشه و اینجا ما میتونیم گاز نیتروژن رو داشته باشیم و سایر خروجی هایی که در این شکل نشان داده نشده، ولی ما میتونیم توسط خروجی های مختلفی که در هر کدوم از این طبقات داشته باشیم اون عنصر مورد دلخواه خودمون رو
دریافت کنیم. برج تخته یه برجیه که شما در هر طبقهش با توجه به خصوصیات طراحی میتونید از هر جا یک ماده مدرر رو دریافت کنید. مسئله بعدی که توضیح میدیم خدمتتون توربین گازی است. ببینید توربین گازی عملکرد شبیه یک نیروگاه بخاریه، ولی ما تو نیروگاه بخار از آب به عنوان سیال عامل اون استفاده میکردیم، ولی توی توربین گازی از هوا به عنوان سیال عامل استفاده میکنیم. حالا فرآیندهایی که توی یک توربین گازی رخ میده اینه که اول هوای تازه اتمسفر وارد کمپرسور میشه و کمپرسور این هوا رو تا فشارهای خیلی زیاد متراکم میکنه. زمانی که این هوا خیلی متراکم شد، سوخت داخل هوا پاشیده میشه و مشتعل میشه و این فرایند احتراق باعث ایجاد یک جریان پرفشار با دمای زیاد میشه. حالا این گاز پرفشار و دما بالا وارد توربین شده و در اثر انرژی زیادی که داره توربین رو به حرکت درآورده و مجدد اونجا توی توربین کار تولید میشه. حالا این کار خروجی از توربین رو میتونیم برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار بدیم. حالا چرا اصلا از توربین گازی ما استفاده میکنیم؟ این که ببینید توربین گازی در مقایسه با نیروگاه بخار سایز کوچیکتری داره. بنابراین ما در جاهایی که محدودیت مکانی داریم میتونیم از توربین گازی استفاده کنیم. همچنین قدرتی که از توربین گازی تولید میشه در مقایسه با ابعاد فیزیکیش بسیار زیاده. یعنی ما با یک ابعاد فیزیکی خیلی کوچیک میتونیم یه انرژی خیلی زیادی رو تولید کنیم. این انرژی زیاد کجا مورد استفاده قرار میگیره؟ توی موتورهای جت، تو نیروگاه‌های دریایی، موتورهای کشتی و موتورهای هلیکوپترها. غالباً توی این دستگاه‌ها ما نمیتونیم بیایم برای هر کدوم از اینا یک نیروگاه بخاری، یک استیم درام، یک توربین، یک دونه کمپرسور، یک دونه پمپ آب، یک دونه هیکس انجنجر و سایر مسائل رو طراحی کنیم که خب خیلی جای زیادی میگیره و عملا ما مثلا توی جت با محدودیت جا مواجه هستیم. و بحث بعدی این که چون توربین گازی دارای دماهای خروجی نسبتاً زیاده، ما میتونیم بیایم یه توربین گازی رو کنار یه نیروگاه بخاری مثلا جایگزین کنیم. خب این چه فایده داره؟ چون این گازهایی که از توربین گازی خارج میشه دمای خیلی زیادی دارن، ما از این دمای خیلی زیاد اینها میتونیم برای تولید گرمایشی که توی بویلر نیروگاه بخار نیاز داریم استفاده کنیم و اینطوری میتونیم تو مصرف سوخت مصرفی صرفه جویی کنیم. وسیله بعدی موتور موشکی شیمیاییه. ببینید موتورهای موشکی شیمیایی رو بر حسب سوخت مصرفی میتوان به صورت موتور با سوخت مایع یا موتور با سوخت جامد طبقه بندی کنیم. حالا روند یک موتور موشکی شیمیایی به چه شکل؟ این شکل رو در نظر بگیرید. ببینید در اینجا ما یک مخزن اکسیژن مایع داریم و یک مخزن سوخت داریم. خب همونطور که میدونید برای احتراق یه دونه سوخت، حالا چه سوخت فسیلی باشه یا هر چیزی، نیاز به اکسیژن داره. ما توی موشک ها با محدودیت جا مواجه هستیم، مخصوصا فضا پیماهایی که در فضا حرکت میکنن اینها در اونجا اکسیژن وجود نداره. برابر این ما نیاز داریم که یک مخزن اکسیژن همراه اینها بفرستیم. خب یه مخزن اکسیژن داریم، یه مخزن سوخت داریم. اینجا توسط این پمپ هایی که در دو طرف وجود داره این اکسیژن با این سوخت ترکیب شده و داخل این نازل پاشیده میشه. در اینجا در اثر ترکیب اکسیژن با سوخت احتراق رخ میده و ما در اینجا میتونیم گازهای پرفشار و با سرعت بسیار زیاد داشته باشیم و همین نیروی پیشرانه باعث میشه که اون فضاپیما یا اون جت ما به سمت جلو حرکت کنه با یک طراحی بسیار کم فضا و تقریبا ارزان‌تر از یک نیروگاه بخاری. و خب همونطور که می‌دونیم مثلا ما در یک فضاپیما نمی‌تونیم یک نیروگاه بخاری رو برای اون تعبیه کنیم و مجبوریم از موتور موشک شیمیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن خراسانی زاده، دانشجوی دکترای پرتوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشم. کلمه ترمودینامیک از دو قسمت ترمو و دینامیک تشکیل شده و همونطور که از اسم اون پیداست، با فرایندهایی که با انتقال گرما و پویایی سیستم سر و کار داره در ارتباط هست. یه سیستم ترمودینامیکی شامل تمام تجهیزات و سیالاتیه که داخل اون سیستم قرار داره و به وسیله سطح کنترل از محیط اطراف جدا میشه. این سطح کنترل مرز سیستم نام داره که میتونه ثابت باشه
یا متحرک. حالا اگر ثابت باشه مانند یک محفظه فولادی که ورود و خروج جرم در اون وجود نداره، و اگر متحرک باشه مانند سیستم سیلند پیستون که در اثر تبادل گرما یا کار پیستون در سیلند بالا یا پایین میره و مرز سیستم جابجا میشه. همچنین سطح کنترل یا مرز سیستم میتونه واقعی باشه، مانند اینکه ما ابعاد یک جسم رو به عنوان مرز سیستم در نظر بگیریم، یا اینکه به صورت مجازی باشه، یعنی به صورت فرضی یه محدوده رو برای دستگاه‌های موجود در سیستم به عنوان مرز در نظر بگیریم. تقسیم بندی کلی و مهمی که توی ترمودینامیک وجود داره اینه که ما سیستم هامون رو به حجم کنترل و یا جرم کنترل تقسیم کنیم. توجه داشته باشید که در تمام سیستم ها چه حجم کنترل و چه جرم کنترل ما ورود و خروج انرژی داریم، چون همونطور که گفتیم ترمودینامیک با گرما و کار سر و کار داره که گرما و کار خودشون نوعی از انرژی می باشه. بنابراین ما توی حجم کنترل و جرم کنترل همیشه ورود و خروج انرژی داریم. حالا تفاوتی که این دوتا با هم دارن توی چیه؟ توی بحث ورود و خروج جرمه. اگه یه سیستمی داشته باشیم که علاوه بر ورود و خروج انرژی ورود و خروج جرم نیز وجود داشته باشه بهش میگیم حجم کنترل، و اگه یه سیستمی داشته باشیم که توی اون ورود و خروج جرم نباشه، یعنی جرم سیستم در ابتدا و انتهای سیستم و در تمام طول فرایند ثابت باشه و فقط انرژی به سیستم وارد بشه یا ازش خارج بشه، به این سیستم میگیم جرم کنترل. که هر کدوم از این حجم کنترل و جرم کنترل روابط و مسائل مربوط به خودشون رو داره که در ادامه این دوره آموزشی به اون خواهیم پرداخت. خب همونطور که توی این شکل میبینیم، شکل سمت چپ یا شکل اگه سیستم سیلند پیستون رو نشون میده که ورود و خروج جرم وجود نداره. بنابراین ما میتونیم این سیستم رو به عنوان یه سیستم جرم کنترل رو در نظر بگیریم، و چون پیستون از سیلند خارج نمیشه و جرم سیستم ثابت هست و هیچ جرمی هم وارد نمیشه، جرمی هم خارج نمیشه، یه دونه جرم کنترل هست. شکل سمت چپ یا شکل بی یه دونه حجم کنترل با مرز مجازی رو نشون میده. ببینید توی این سیستم هوای کم فشار وارد کمپرسور میشه و در اثر کار ورودی از موتور هوا در کمپرسور فشرده شده و در نهایت هوای فشرده شده از کمپرسور خارج میشه، و همطور که میبینید این قسمت آبی که با خطچی نشون داده شده این مرز سیستم در نظر گرفته میشه که به صورت مجازی هم در نظر گرفتیم. خب توی این سیستم میبینید گرما خارج میشه، کار وارد میشه و جرم از اینجا وارد میشه و از اینجا خارج میشه. بنابراین این سیستم رو میتونید به عنوان یک دونه حجم کنترل در نظر بگیریم. مسئله مهم دیگه ای که قبل از بیان روابط ترمودینامیکی باید بیان کنیم اینه که سیستم های ترمودینامیکی رو هم از دیدگاه ماکروسکوپی و هم از دیدگاه میکروسکوپی مورد بررسی قرار میدن. دیدگاه میکروسکوپی در سطح مولکولی و زیر مولکولی به فرایند ها میپردازه، ولی در دیدگاه ماکروسکوپی یک سیستم به صورت مجموعه از این مولکول ها مورد بررسی قرار میگیره و رفتار مجموعه از مولکول ها رو بررسی میکنه. به عنوان مثال در دیدگاه میکروسکوپی ما رفتار تک تک مولکول های آب رو بررسی میکنیم، یعنی که یک مولکول آب شماره یک با مولکول آب شماره دو چه فرایند ها و اتفاق های بینشون رخ میده. ولی در دیدگاه ماکروسکوپی ما به دنبال این هستیم که مثلا یک کیلوگرم آب چه مقدار گرما دریافت کرده. حالا این که در این یک کیلوگرم آب ما هزار تا مولکول داشته باشیم، 10,000 تا مولکول داشته باشیم، و اینکه هر کدوم از این مولکول ها با هم چه واکنش و چه فرآیندهایی داریم برای ما مهم نیست. بنابراین در این دوره آموزشی در ترمودینامیک یک ما به مسائل از دیدگاه ماکروسکوپی نگاه خواهیم کرد. حالا که یه دید کلی از ترمودینامیک به دست آوردیم، به تدریج مفاهیم و روابط موجود رو بیان می‌کنیم. اولین مطلبی که باید روشن بشه اینه که فاز چیه. ما اول باید بتونیم که فاز ماده رو تعیین کنیم. فاز کمیت یا مقدار همگنی از ماده می باشه. ثانیاً یک ماده در فازهای مختلفی میتونه قرار داشته باشه، میتونه جامد باشه، مایع باشه، گاز باشه، دو فازی و یا در حالت سه فازی باشه. منظور دو فازی در تعادل بودن دو فاز از فازهای جامد، مایع و گاز با یکدیگر، و منظور از سه فازی در تعادل بودن هر سه فاز مایع، جامد و گاز به صورت همزمان با یکدیگره. و در حالت دو فازی یا سه فازی هر فاز توسط مرزهای فازی از هم جدا میشن. از طرفی هر ماده در هر فاز
میتونه در دماها و فشارهای مختلفی باشه. مثلا آب مایع 15 درجه و 20 کیلو پاسکال و آب 25 درجه و 30 کیلو پاسکال هر دو مایع هستند، ولی در دماها و فشارهای مختلف. ما توی ترمودینامیک برای تعیین حالت ماده نیاز به دانستن خواص ماده داریم که این خواصی که در ادامه هم توضیح داده خواهند شد عبارتند از دما، فشار، حجم مخصوص، آنتالپی، آنتروپی، انرژی درونی و کیفیت که هر کدوم به جای خودشون توضیح داده خواهند شد. خب همونطور که گفتیم برای تعیین حالت یک ماده نیاز به داشتن خواص اون ماده داریم. هر ماده در هر حالت خاص یه سری خواص داره که این خواص یا مقداری هن یا غیر مقداری. خواص مقداری خواصی هن که به مقدار ماده بستگی دارن و با تغییر مقدار ماده تغییر میکنن، مانند جرم و حجم. اگر جرم یه سیستم نصف بشه مقدارش فرق میکنه، اگر حجم یک ماده هم نصف بشه بازم حجمش فرق میکنه. پس اینها خواص مقداری هستن که به مقدار ماده بستگی دارن. و یعنی اینکه خواص غیر مقداری هستن، خواص غیر مقداری خواصی هستن که به مقدار ماده بستگی ندارن و مقدار اونها ثابته، مثل آنتالپی مخصوص، حجم مخصوص، دما، فشار و برخی خواص که در ادامه بهشون اشاره میکنیم. تقسیم بندی دیگه‌ای که برای خواص وجود داره اینکه خواص یا تابع حالت هستن، یعنی اینکه فقط به شرایط ماده در حالت مورد نظر بستگی داره و کاری به اینکه ماده از چه مسیری به این حالت رسیده نداره. فقط ما میگیم که در نقطه یک مثلا ماده چه دما و فشاری داره، اینکه حالا از چه مسیری و با طی کردن چه فرآیندهایی به این نقطه یک رسیده کار نداریم. یا اینکه خواص تابع مسیرند، یعنی به مسیر طی کرده توسط ماده بستگی دارند، مثل کار و گرما. ما اگر از مسیر یک از نقطه یک به نقطه دو بریم، مقدار کار و گرمای تبادل شده فرق خواهد کرد با زمانی که از مسیر دو بین دو نقطه یک و دو جابجا بشیم. پس این رو باید توی حل مسائل در نظر بگیریم. حالا چیزی که ما توی ترمودینامیک باهاش سر و کار داریم فرایندها و سیکل‌ها میباشه. اگر یه ماده از یه نقطه در سیستم حرکت کنه و پس از طی مراحل مختلف با حالت ابتدایی خود برگرده، میگیم ماده یه دونه سیکل ترمودینامیکی رو طی کرده و هر کدام از مسیرهایی رو که طی کرده و واکنش‌هایی رو که در طول این مسیر تجربه کرده فرایند میگیم. مسئله بعدی این که ما سیستم‌های ترمودینامیکی رو در حالت تعادل فرض می‌کنیم، یعنی در هر زمان سیستم با محیط اطراف خودش در تعادله و هیچ گونه اختلافی در تمام سیستم وجود نداره. ولی برقرار کردن شرایط تعادل در سیستم‌های ترمودینامیکی خیلی سخته و ما نمی‌تونیم در تمام سیستم‌ها در تمام طول مسیر این شرایط تعادل رو برقرار کنیم. و خب اگه شرایط تعادل نداشته باشیم اصلا نمیتونیم روابط ترمودینامیک رو براش به کار ببریم. بنابراین ما میایم فرایندها و سیستم هامون رو توی حالت شبه تعادلی در نظر میگیریم و بررسی میکنیم. برای درک فرایند شبه تعادلی این سیستم سیلند پیستون رو در نظر بگیرید که روی پیستون تعدادی وزنه قرار داره. ببینید ما اگر بیاییم که وزنه‌هایی که روی این پیستون قرار داره رو به صورت یک جا برداریم، پیستون به یک دفعه حرکت کرده و از جای خود حرکت میکنه میاد میخوره به مانع. خب ما حالت ابتدایی رو داریم، حالت انتهایی رو هم داریم، ولی که حالا بین حالت یک و حالت دو این سیستم سیلند پیستون من و سیار داخلش چه فرایندی رو و چه مسیرهایی رو تجربه کرده رو نمیتونم هیچ اطلاعاتی ازشون داشته باشم. به عبارتی شرایط تعادل من به هم خورده و مطالبی رو که من توی ترمودینامیک بیان میکنم نمیتونم برای این سیستم سیلند پیستون پیاده کنم. بنابراین ما میایم یه کاری میکنیم که بتونیم حالت شبه تعادلی رو برقرار بکنیم. حالا چه کار میکنیم؟ میایم ببینید که وزنهایی که روی این هست، مثلا در این شکل 4 تا وزنه داریم. به جای اینکه بیایم وزنه ها رو یک جا برداریم، توی هر مرحله بیایم فقط یک وزنه کوچیک رو برداریم و اجازه بدیم به سیستم با حالت تعادل برسه. و به تدریج بعد از اینکه توی هر مرحله به سیستم با حالت تعادل رسید، وزنه بعدی رو برداریم تا تمام وزنه ها تموم بشه. خب این کار باعث میشه که سیستم ما در تمام طول برداشتن وزنه از وزنه یک تا وزنه آخر یه حالت تعادلی رو تجربه کنه
و بنابراین ما توی هر مرحله میتونیم خواص و روابط ترمودینامیک رو روی این سیستم سیلند پیستون پیاده سازی کنیم. به این حالت میگن یک فرایند شبه تعادلی که ما با به تدریج برداشتن این وزنه ها روی سیستممون ایجاد کردیم. ببینید از این بعد توی سیستم های ترمودینامیکی و توی این دوره آموزشی ما هرگاه گفتیم فرایند تعادلی، منظورمون همین فرایند شبه تعادلیه. حالا برای بیان آسان‌تر و اینکه گیج نشیم میگیم که فرایند تعادلی، وگرنه منظور از فرایند تعادلی همون فرایند شبه تعادلی هست که ما اینجا پیاده سازی کردیم. خب همونطور که قبل از این گفتیم، اگر یک سیستم دستخوش چند تا تغییر بشه و سپس به حالت اولیه برگرده، میگیم که یه سیکل رو طی کرده. حالا دقت کنید که سیکل ترمودینامیکی با سیکل مکانیکی برابر نیست. ما توی یک سیکل ترمودینامیکی الزاماً سیستم و مواد داخل و سیالات داخل و تجهیزات داخلش باید به حالت اولیه برگرده. اگر یک سیستم یا یک سیال توی یک سیکل به حالت اولیه بر نگرده، ما رو به عنوان سیکل ترمودینامیکی نمیتونیم در نظر بگیریم. در حالی که این الزامی که ما توی سیستم های ترمودینامیکی داریم توی سیکل های مکانیکی وجود نداره. توی سیکل مکانیکی ممکنه یه سیال یه سیکلی رو طی کنه ولی به حالت اولیش برنگرده و اونجا هیچ الزامی وجود نداره، ولی این الزام توی ترمودینامیک وجود داره و ما باید بهش دقت کنیم. یکی دیگه از مطالبی که باید بهش توجه ویژه داشت، آحاد و یکاها توی ترمودینامیک هست. هر علمی یکاها و آحاد مخصوص خود رو داره و با اونها بیان میشه. پارامترهایی رو که توی هر علمی وجود داره، مثلا سرعت، زمان، مکان، اینا هر کدوم یه آحادی دارن و توی هر سیستمی با آحاد مخصوص به خودش تعریف میشه. ما توی ترمودینامیک آحاد و یکاها در سیستم بین‌المللی آحاد رو استفاده میکنیم. یکی سیستم بین‌المللی آحاد یا SI هست و دیگری سیستم آحاد انگلیسی میباشه که البته ما توی این دوره آموزشی از سیستم بین‌المللی SI استفاده میکنیم که توی این سیستم جرم بر حسب کیلوگرم، طول بر حسب متر، زمان بر حسب ثانیه، سرعت بر حسب متر بر ثانیه و نیرو بر حسب نیوتن میباشه. البته پارامترهای دیگه هم توی ترمودینامیک توی این دوره آموزشی ما میگیم خدمتتون هست و مورد استفاده قرار میگیرن که همه اونها به جای خود توضیح داده میشن، ولی بحثی که هست همه اونها هم واحدشون از همین واحدهای اصلی که الان خدمتتون گفتیم از همین ها استنتاج میشن و بر حسب واحدهای موجود در سیستم SI استخراج خواهند شد. مطلب بعدی این که ما انرژی رو بشناسیم. انرژی رو به صورت کلی بهش میگن که قابلیت ایجاد اثر. اگر ما یک نیروی داشته باشیم که قابلیت ایجاد اثر رو داشته باشه بهش میگن انرژی. حالا این انرژی رو میتونیم توی یک سیستم ذخیره کنیم و یا از سیستم به سیستم دیگر انتقال بدیم. انواع انرژی هم از دیدگاه مولکولی به انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و انرژی درونی تقسیم میکنن. انرژی پتانسیل به نیروی بین مولکول‌ها مربوط میشه و به دو نوع انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی پتانسیل کشش‌ثانی تبدیل میشه. انرژی پتانسیل گرانشی همونطور که میدونید برابر است با M که جرم جسم است ضرب در G که گرانش زمین است ضرب در H ارتفاع جسم. به عبارتی انرژی پتانسیل گرانش به ارتفاع جسم بستگی داره و انرژی پتانسیل کشش‌ثانی به عنوان انرژی ذخیره شده در یک فنر فشرده شده یا کشیده شده مرتبط میشه که برابر است با 1/2 kx2 که کار ثابت فنر و x مقدار جابجایی فنر در حالت ابتدایی میباشه. البته ما توی ترمودینامیک که توی این دوره با هم سر و کار داریم بیشتر از انرژی پتانسیل گرانش، یعنی انرژی پتانسیلی که مربوط به تغییر ارتفاع جسم هست استفاده میکنیم. نوع بعدی انرژی، انرژی جنبشیه که به سرعت انتقالی مولکول ها مربوط میشه و رابطش هم میدونید کا مساوی 1/2 mv2 که mgm جس و v سرعت جس هست. غیر از انرژی پتانسیل و جنبشی، هر گونه انرژی رو که یک سیستم داشته باشه بهش میگیم انرژی درونی که با یونشون داده میشه و به ساختار مولکولی و اتمی و نیروهای مربوطه در یک سیستم بستگی داره. پس ما توی این ترمودینامیکی که با هم کار میکنیم انرژیامون رو به انرژی پتانسیل، جنبشی و درونی تقسیم خواهیم کرد.
خب ببینید، دوباره تاکید میکنم که ما توی سیستم های ترمودینامیکی از دیدگاه ماکروسکوپی به مسائل نگاه میکنیم و این مسئله رو توی اشکال مختلف انرژی نیز بهش توجه داشته باشیم. ببینید، ما با میزان انرژی جنبشی یا پتانسیل یا درونی کل ماده سر و کار داریم. مثلا میگیم 1 کیلو آب چقدر انرژی جنبشی داره، چقدر انرژی پتانسیل کسب کرده و یا چه میزان انرژی درونی تغییر کرده. حالا اینکه تک تک مولکول ها و اتم های تشکیل دهنده اون 1 کیلو آب چه مقدار این انرژی ها رو کسب کردن کاری بهش نداریم. ما به صورت میگیم آقا 1 کیلو آب اینقدر انرژی جنبشی کسب کرده، اینقدر انرژی پتانسیل جذب کرده و اینقدر انرژی درونی. پس به این مطلب توجه ویژه داشته باشید. خب همونطور که توی اسلاید 6 بیان کردیم، خواص ما یا مقداری هن یا غیر مقداری. وابسته بودن به مقدار یا به عبارتی جرم ماده یه سری محدودیت را توی بیان و استنتاج روابط ترمودینامیکی به وجود میاره. برای همین ما نیاز به یه سری پارامتر داریم که مستقل از جرم باشن. مثلا هنگامی که در مورد حجم صحبت میکنیم، اگر بتونیم حجم رو مستقل از جرم کنیم، اون موقع میتونیم حالت یک ماده رو خیلی راحت تعیین کنیم. برای تبدیل خواص مقداری به خواص مستقل از جرم کافیه که اون خاصیت مورد نظر رو به جرم ماده مورد نظر تقسیم کنیم. مثلا در مورد حجم با تقسیم حجم بر جرم، پارامتر حجم مخصوص یا حجم واحد جرم به دست میاد که مستقل از جرم میباشه و ما با این حجم مخصوص در ادامه خواهید دید که میتونیم حالت ماده رو تشخیص بدیم. حجم مخصوص رو با نونشون میدن و برابر است با تقسیم حجم کل به جرم کل. و از اونجایی که در واحد حجم داریم صحبت میکنیم، واحد حجم توی SI متر مکعب و واحد جرم کیلوگرم میباشه، بنابراین واحد حجم مخصوص برابر است با متر مکعب تقسیم بر کیلوگرم. پارامتر بعدی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره فشار هست. ما توی مایعات و گازها کلمه فشار رو به کار میبریم و توی جامدات از کلمه تنش استفاده میکنیم. حالا از اونجایی که ما توی ترمودینامیک بیشتر با سیالات سر و کار داریم، توجه خودمون رو روی فشار معطوف میکنیم و بحث تنش در جامدات رو میذاریم توی مباحث مربوط به استاتیک و مکانیک جامدات که مربوط به بحث ما نیست. به صورت کلی فشار رو به صورت نیروی وارد بر سطح بیان میکنن. پس P یا فشار عبارت است از F یا نیرو تقسیم بر A یا سطح مقطع. F نشونگر فورس یا نیرو و A نشونگر سطح مقطع یا مساحت اون جسم مورد نظر هست. این نکته هم توجه کنید که فشار با سطح مقطع رابطه عکس داره. هرچی سطح مقطع بزرگتر باشه، فشار وارد بر سیال کمتره و برعکس. از اونجایی که واحد نیرو نیوتن و واحد مساحت متر مربعه، پس واحد فشار عبارت است از نیوتن بر متر مربع، که این نیوتن بر متر مربع رو در سیستم SI پاسکال میگن. پس 1 پاسکال برابر است با 1 نیوتن بر متر مربع. حالا اگه تو مسائل حواستون باشه، اگر گفتم فشار یک سیالی 100 نیوتن بر متر مربع هست، یعنی فشار اون سیال 100 پاسکاله. این رویش توجه داشته باشید. دو تا واحد پرکاربرد فشاری هم که خیلی باش سر و کار داریم، یکی اتمسفر هست که 1 اتمسفر برابر است با تقریبا 101 کیلو پاسکال و واحد بعدی بار هست که 1 بار هم برابر است با 10^5 پاسکال یا 0.1 مگاپاسکال. خوبه این واحده رو بدونید، چون توی مسائل این 3 تا واحد فشار خیلی پرکاربرد هستن و ما در برخی موارد نیاز داریم که این واحدها رو به هم دیگه تبدیل کنیم. خب مجدد تاکید میکنم که ما توی ترمودینامیک با فرایندهای تعادلی سر و کار داریم. یکی از محاسباتی که توی ترمودینامیک وجود داره، محاسبه نیرو یا نیروهای مورد نیاز جهت برقرار نمودن تعادل در یک سیستم ترمودینامیکیه. به عنوان مثال این سیستم سیلند پیستون رو در نظر بگیرید. ما از قوانین نیوتن میدونیم که برایند نیروهای وارد به یک سیستم در حالت تعادل صفره. حالا نیروهایی که به این سیستم وارد میشه، یکی این F با این فلش نشون داده شده،
الف اکسترنالی هست که مثلا فرض کنید این نفر با دستش داره روی این سیستم فشار میاره، یه دونه فشار اتمسفره که با پی سف نشون داده میشن، از طریق فشار نیروی حاصل از اتمسفر برابر است با پی سف ضرب در سطح مقطع این سیلندری که داریم. نیروی بعد این پیستونی که اینجا وجود داره یه دونه جرم داره که این جرم نیروی برابر با ام جی رو به پایین وارد میکنه، و نیروی بعدی نیروی است که این گاز، ببینید این گاز داخل پیستون یه فشاری داره، این فشار یه دونه نیرو وارد میکنه به این سیلندر که برابر است با پی گاز ضرب در سطح مقطعی که اینجا هست. حالا اگر ما بیایم جهت مثبت رو رو به بالا در نظر بگیریم، طبق قانون دوم نیوتن برایند نیروهای وارد به سیستم در جهت بالا منهای برایند نیروهای رو به پایین در یک سیستم برابر با صفر باشه. نیروهای رو به بالای ما برابر است با اف گاز، یعنی فشاری که سیار به سمت بالا وارد میکنه به پیستون وارد میکنه و نیروی حاصل از اون برابر است با اف گاز، و منهای اف اکسترنال منهای ام جی منهای اف سف مساوی صفر. حالا ما عرضم به حضورتون که توی مسائل مختلف میتونیم پارامترهای مختلفی داشته باشیم و هر کدوم از